بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. مقدمتاً حلول ماه مبارک رمضان شهر الله العظیم را تبریک عرض می کنم و امیدواریم که با یک اعتماد به وعده های خداوند چشم دلمون رو منتظر رسیدن وعده های خداوند قرار بدهیم. مؤمن اون کسی است که اولا به خدا اعتماد دارد، ولذا وقتی خدا می فرماید ما در این ماه برکت و رحمت و مغفرت را به بنده ها می دهیم، از سر این وعده به راحتی نمیگذره. خدا گفته است، میفرماد که ماه رحمت و برکت و مغفرت هست و خدا هم فرموده است که ما در این ماه برکت و رحمت و مغفرت میدیم. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله قول خدا را به ما عرضه داشتند. خب ما دو تا نکته را باید فراموش نکنیم. یکی این که سخت اعتماد کنیم به این وعده. آدم مؤمن تو همینجا مؤمن است که مطمئن باشه که این وعده وعده حق است. وقتی آدم یه خورده التفات بفرماد که خدا فرموده است و پیامبر خدا عرضه داشته است که در این ماه برکت و رحمت و مغفرت میده، خب این اعتماد به خدا همه کاری است که ما نیاز داریم که داشته باشیم. خدا گفته است، باید شدیداً اعتماد، شدیداً. اصلا فرق مؤمن و غیر مؤمن در همین اعتماد است. اگر به واقع از صدق دل ما سخت اعتماد داشته باشیم به این وعده، قدم دوم رو بر می داریم. قدم دوم انتظاریست که هر منتظری از وعده کسی که بهش اعتماد داره می کشید. از مرحله دوم انتظار است. این خیلی مهم است که انتظار قلب اگه منتظر شد تا وعده حضرت پروردگار محقق بشه، خوب محقق میشه. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو در تو نبیند کرا دوا بکن. درد یعنی منتظر. انسان منتظره که دردمند، کسی که کامل است و نقص نداره که منتظر نی. یعنی ما وقتی متوجه باشیم مسئله رحمت و برکت و مغفرت غذای درد ما و نیاز جان ما، منتظر میمونیم. من اصلا نمیخوام اینا را عزیزان از سر یه تذکر بگیرن، نه، اینا یک جدیت و تصمیمی است که اهل روزه و کسایی که ماه رمضانشون میخوان به برکت کامل برسونن، اصلا اینجوری وارد ماه رمضان میشن.
تو قسمت دومش اگه با من متفق شدی که روح منتظر خودش تمام اون رحمتها رو آمادگی جذبش پیدا میکنه، اولش اعتماد، دومش انتظار. این اعتماد و انتظار بدنه ورود به ماه مبارک است. انصافنم که هیچ کد ما شک بردار نیست، دلیل نداریم معتمد اعتماد نداشته باشیم، دلیلم نداره منتظر نباشیم. وقتی این که منیم در اوج انتظار بیداری کامل شب قدر را می طلبه، شما در شب قدر هر کاری می خواهید بکنی، عمده اینه که اون انتظارتون رو از دست ندید. اعتماد به حضرت حق برای اینکه ماه مغفرت و برکت و رحمت هست، حالا در شب عصر شب قدر بیداریش است. بیداری یعنی آمادگی برای گرفتن. دیگه به شما مربوط نیست چطوری میدن، حتما لطیفانه میدن. لطیفانه یعنی تصرف خفی. تصرف خفی اصلا درستش هم همینه، مثل من شما برای شما. شما منتون که اساس شماست اصلا حس نمی کنی، ولی هست. یعنی خدا که دائم ما را زنده نگه میداره، اینا میگن تصرف خفی. در همین جهت هم بعد که مردیم میبینیم نشأمو عوض شد. یعنی این نحوه تصرف کردن حضرت حق داره در بدن ما میکنه که معلن بدننم زنده ایم. وقتی مردیم این نوع تصرف تغییر میکنه، ولی علم میگه شما حس میکنید، یعنی شما علم حس میکنید که زنده اید یا فقط زنده اید. شب قدر به بعد وقتی توجه میکنیم میبینیم نه، التافی شده است. اما انسان منتظر فقط انتظار سرمایش نیست، هیچی دیگه سرمایش. این روح توجه و انتظار خیلی لازم است. پس اگه بگیم که در دوشنبه عرض کردم تفکر و توجه مقام ورع میارید، خب حالا اون توجه و تمرکز اگر پایش اعتماد نباشد، حالا ما تمرکز کردیم، تفکر کردیم با مبانی اعتماد، باید اعتماد داشته باشیم که از طرف حق میرسه. توجه به حق، اعتماد به حق، منتظر برای رسیدن مغفرت و رحمت و برکت حق. خب این ماه رمضان رو تشکیل میده، روزه اندرون از طعام خالی کن تا در آن نور معرفت بینیست. یعنی روزه رفع مزاحمت هست تا اون تجلی لطف حضرت حق که ما منتظرش هستیم در جان ما بدرخشد، ما را بقاپد انشاءالله. حق باید ما رو بهمون لطف کنه بگیره، ما که نمیتونیم حق را بگیریم. که توجه، اعتماد، انتظار. توجه بر پایه اعتماد و تشخص بر اساس انتظار باعث شد که انشاءالله به لطف و کرم الهی انشاءالله اون مغفرت به خصوص که انسان یه مرتبه اونه دنیاش داره عوض میشه، دنیاش دنیای نشاط دینی میشه،
انشاءالله. و شما کمتر از این اصلا از ماه رمضان نخواهید. طور نیست، ده ها سال انتظارتون همین باشه. هر ماه رمضانی مقدمه میشه برای اینکه این انتظار شدیدتر بشه. ولی خیلی فرق کسی که مثلا در سن 50 سالگی 60 سالگی در دریای نشاط معنوی قرار دارد، یعنی حق جل جلاله جذبش کرده است، با کسی که در 50-60 سالگی هنوز خموده است، هنوز گرفته است، هنوز تنگ است، یعنی دنبال این چیزای دیگه. حیفه که نمیدونم حالا کرامت و این حرفات چیست، ما اینا رو میخوام که تو بشه. ما هیچ وقت نباید دنبال این چیزا باشیم، نه کرامت، نه بزرگی، نه نمیدونم هرچی که خوبه، هرچی که خوبه سا ما نباید دنبالش باشیم. ما یه خوبه خاص را، ما دنبال برکت و رحمت و مغفرت باید باشیم. این فضای ماه مبارک با رفع حجاب هایی که از طریق طعام خوردن پیش میاد، یه فضایی میشه که انسان رو در شرایطی قرار میده که حق اشغال میکنه عبد را. اون وقت این چیزیه که این دوران ما کم داریم. شما اگه مثلا 200-300 سال پیش میرفتین توی مساجد و توی محفلای دینی، انسانهایی که حق جلبشون کرده بود کم نبودن. برای همینم صدای اعتراض و ای دنیا اوف بر تو به این تعبیر، اینا صدای بلند یک ملت نبود. امروزه خیلی پهلوان میخواد که از روح این زمان خودش نجات بده، با روح زمان پیامبر به سر ببره. صلوات الله علیه. و اگه غیر این بکنیم به همون اندازه مقبونیم. خیلی نمیشه که هی بدون خدا یا حیات ما حیات پیامبر و آلشون باشه، ولی قدمی در راه این حیات بر نداریم و واقعا هم نخواهیم این حیات را. اصلا ما گاهی نمیشناسیم که بخوان یه حیاتی ساقا که نه کتاب میخوا، نه درس میخوا، بودن در بندگی نشاط است، مقصد است، صعود است، هرچی میخواد اسمشو بذاریم. اینم میخواد انسان، اینم میخواد. شما هر وقت خواست ببینید چقدر عقبید، چقدر جلوید، به قطر کتاب هایی که خوندید نگاه نکنید، به طول رکوع و سجودتون هم نگاه نکنید، به این که ببینید چقدر نور محمدی صلوات الله علیه و آله به قلب شما نشست است. این ملاک مقایسه ایم. شرطش هم هیچ چیز نیست جز بندگی. بندگی هم تو دستگاهی که حالا عرض کردم التفات بفرما، گفتیم اولیش توجه به حق است که اینو دلم میخواد با اینکه بحث کردیم بازم بحث کنیم. عزیزانی که اون بحث روز دوشنبه را در جریانش قرار نگرفتن قرار بگیرن، لازم است که مقدمه بحثا بعدیمون است که توجه ببینین. خدا پشت قلب ماست، خدا که دور نیست که، سبحان هست اما بعید نیست، سبحان هست یعنی خیلی متعالی است اما نه دور، پس پشت قلب ماست. پس کافیست ما توجه کنیم. این توجه رو توی ماه رمضان از دست ندیم. بحث الورع و ان محارم الله که بحث کردیم داشتیم این عرض میکردیم. پس این یک توجه. بعد واقعا
جایی نداره که شما اعتماد به سخن خدا و پیامبر نداشته باشید. خودش میفرماد آقا حداقلش میفرماد لعلکم تتقون. تقوایی که خدا میگه یه چیزی خدا تقوا بده همون نوریه که به انبیا داشت. این دو اعتماد کنیم به این، یعنی از روزتون چیزی گیرتون نمیاد، از اعتماد به حق که چیز گیرتون میاد. خب اعتماد کنید به حق. خودش فرمود لعلکم تتقون. ما اعتمادمون سرمایه خودمون باید بشه. سوم چی؟ بعد از اعتماد انتظار است. این مکتب انتظار، انتظاری که برسد برای شما یک کمالاتی، این خیلی لازم است. برای همین هم اون که میگن افضل عبادات انتظار فرج است، اینا یه بار دیگه هست که یکی از مصداقاشون فرج مطلق حضرت حجت صلوات الله علیه و آله. هیچ کس نیامد از اینا منحصر کند به اون. هیچ کس من نیدم. این میموند که پس این انتظار رو میخواد، این حالا برای همین هم تأمل تفکر. وقت از دعا و نماز نردبان تفکر و اعتماد و انتظار بسازید. چون وقتی که تو دعا بدون بون یا معید یا محیی، یعنی در واقع منتظرم تا تجلیش برسه، یعنی شما انتظارتون اصل است. این دعاها و الفاظ نردبان تحقق انتظار است. انتظار کشیدن دون رو ملکه دون میکنی. از نمازم همینطور، یعنی شما خود نماز رو نردبان توجه، اعتماد و انتظار قرار بدید. حالا حتما این کارو بکنید انشاءالله خدا کمکتون کنه. دیگه همین است دیگه. دیگه این بنیاد کار که بقیه مسائل تو دل این انشاءالله قرار میگیره. یه صلوات در فرمایشات حضرت روحی فدا فرمودن که چی؟ به وجود مبارک پیامبر بشریت نجات پیدا کردن از جهالت و انقذهم به مکانهی من الجهاله. دیگه امروز حق در فرهنگ بشر مشخص است. اینو میگن حتما ملتفتید دیگه، جهالت را کشتن یعنی علم را مطرح کردن، نه جاهل را کشتن. جاهل را که تا زمان امام زمان هم نمیشه کش. شما گاهی براتون تعجب است که مثلا چرا السلام علیکم مقام معظم رهبری یه موضوعی را میگن، بعد مثلا نیرو و ستاد برای تحققش و اینا نمیذارن. نه دیگه، یکی از وظایف علمایی که دینی هستن همین قدر است که مسئله برای فرهنگ امروز نجامه روشن بشه. خودشون باید انتخاب کنن، با زور و کشتی و یقه گرفتن که نمیشه. تا مسئله روشن نبود حجت تمام نبود. اینه که این یه فرهنگ هست که به وجود میفرماد و انقذهم به مکانهی، یعنی منزلت حضرت، به منزلت حضرت بشریت بیدار شد. چون نار بحثش بحث شده سریعا رد میشه. سمختار سبحانه لمحمد صلی الله علیه و آله لقاءه. و این یخته دلم میخواد با این که بحث شد یخته بیشتر بمونی. ببینید آقا میفرماد که برای پیامبر خداوند انتخاب کرد لقائش را. یه سوال ممکنه براتون پیش بیاد اصلا که چرا شما اینا را که برای پیامبر انتخاب کرد و بعدش هم داریم اینا را به امت میزنید؟ یکی از بحثای خیلی خوبیه که باید روشن بشه همینجا.
که اصلاً مقام پیامبر مقامی است که امت رو دعوت میکنن به اون مقام، غیر شخص پیامبره. مثلا زنها رو دعوت میکنن به مقام پیامبر، اما به بدن و شخص پیامبر که دعوت نمیکنن، نمیگن زنها بیاد مرد بشید. که اصلا این فرهنگ باید برای ما روشن بشه که اگه، حالا مثلا جمله بعدی، اگه پیامبر در دنیا خداوند از دنیا برترش کرد، حضرت می فرماند و اکرمه و اندار دنیا، از دار دنیا برترش کرد، این مربوط مقام پیامبر است چه شخص پیامبر؟ مقام است به قول آقایون شخصیت حقوقی پیامبر اینجوریست. خب او وقت شخصیت حقوقی یا مقام پیامبر همون شریعت است، شریعت پیامبر است. پس نتیجه میتونید سریعا انشاءالله بگین که هر کس به اندازه‌ای که به این شریعت نزدیک بشه، به تمام اون مراتب در حدی که به اون شریعت نزدیک بشه نایل میشه. پس هر مسلمانی اکرمه و اندار دنیا، هر مسلمانی کلدم دستتون دادم، فرمود آقا پیامبر سه خصوصیات را اینجا حالا به خصوص نقل میکنن. یکی این که میگن خداوند مقام پیامبر را مقام قرار داد که خدا راضی، لقاءه، یعنی برای خود پیامبر انتخاب کرد برای رؤیت و ملاقات حق. یعنی اگر کسی به قلب پیامبر نزدیک بشه، مقامش به همون اندازه مقام رؤیت حق میشه. قلب پیامبرم که شریعت است و شریعت مطلقا، حالا شریعت که میگیم سنت و اینا همه جزءش است دیگه، ما گفتیم شریعت. خب شما راه پیداست آقا براتون، برای منم پیداست، باید خدا کمکم کنه که ما به اندازه‌ای که به این شریعت نزدیک بشیم، یکی از سایی که گیرم میاد لقاء الله است. لقاء الله هم فقط اون که لقاء الله داره میفهمد یعنی چی، بی خودم یعنی چی از هم بپرسیم، پرسیدن نمیخواد. خب این راه رو بریم، هر کس گیر میاره پیش خودش هم هست. لقاء الله یه مقام است. از عزیزی پرسیده که برزخی بود، اینن اونم همین جواب داد، گفت آقا این مسئله که به کلام نمیاد، که این فقط برای کسی که میچشه معنی داره. چون مثلا شما حساب کنید یه سوال بعد، خب لقاء الله اگه خدا که بی نهایت هست، خب اگه بشه رویتش کرد که دیگه با نهایت هست، چطوری بی نهایت با نهایت هست؟ یه وقت تو این سوال میمونیم، باید بمونیم، هیچ وقت هم مسئله حل نمیشه. وقتی اسم میگم آقا یعنی چه؟ اصلا عبد به اندازه‌ای که نیستیست به حق هستیست. ها؟ خب مگه ندارین در دستگاه خودتون؟ پس لقاء الله از ما نیستی طلب میکنه. به اندازه‌ای که انسان عبد است از خود نیستیست، پس به نیله به نایل میشه به لقاء الله. این دستگاهی که ما را به خود نیست کند به حق هست کند، اینو بهش میگن مقام دستگاه شریعت محمدی صلوات الله. با تمام زوایاش، با تمام زوایا، با فقهش، با عرفانش، با اخلاقش، با تفسیرش، با تمام زوایا. اون بیچاره صوفیا که نصفش گرفتن، نصفش رها کردن، به همون اندازه محروم شدن. این همه زحمت شما ببینید، بعضی این صوفیایی که حالا غیر دستگاه شریعت جامع کار میکنن، این همه خودشون وقت صرف میکنن، واقعا نسبت به وقتی که صرف کنن خیلی کم گیر میان. علمای ما خیلی راحت زندگی میکنن، کلی چیز گیر میارن. یعنی ما گواهی مقایسه میکنیم چیزایی که علمای ما که درس فقهشون رو دادن، نمیدونم درسشون رو خوندن، یا نه کسبه ما، کسبه ای که واقعا خودشون رو محض پذیرفتن شریعت کردن،
چیزهای گیر میارن که آدم نسبت به وقتی که صرف میکنن در مقابل اونا خیلی کمتر صرف میکنن، خیلی بیشتر گیر میارن، چون دستگاه جامع دارن. دستگاهی که توش فقه و فقاهت نباشه، متاسفانه یه سری از این فرقه های صوفیه اصلا فقه و فقاهت رو به کل حذف کردن از دستگاه. حالا شما حساب کنین انرژی بسیار صرف میکنه، نتیجه بی نهایت کم میگیره. نمونهش مثلا یه نمونه غیر این بحثش، مثلا مرتضی. شما ببینید یه کسی از جوانیش تمام زندگیش رو گذاشته است روی این کارهای روحی، خب حالا این هیچ کاری دیگه هم نکرد. ایرا من گاهی اینقدر واقعا نسبت به خودم مقایسه میکنم، این اراده که بعضی این ریشی های تندی دارند، این همه انرژی، این همه همت، اینا اصلا ما این همه همت و انرژی صرف نمی کنیم. اونایی هم که مختصری صرف میکنن چه جاوایی میرسن. البته چون علمای ما برای خدا این کارا میکنن، اونچه هم که گیرشون بیاد لو نمیدن، یواش یکی پیدا میشه. اونا چون برای جذب توجه مردم کار میکنن، اصلا اون انرژی هم که صرف میکنن برای همین صرف میکنن که مردم ها به خود نشون بدن. خیلی جالبه، مثلا شما حساب کنین، برای ما گفت رفتیم توی دهی در هندوستان، دیدیم که یارو جسدشو گذاشته است دم دیو رفته است و همین جسدش کافی است که پلنگا حمله نکنن به این ده، و اینقدر طولانی شده است این جسد اینجا نمیمیره، چون تصرف میکنه با روحش. گفت اینقدر طولانی شده است که چیزه، یعنی یه مقداری این حیوانه مثل گنجشکا اینا تو خود موهای اینشون لانه درست کردن. خودش هم حالا در اون جذبه ای که مشغول خودش است، که بعد چون ما دنبالش بودیم اینا اومده جسد بلند شده زنده شده. خب حالا اصلا این، خب این نهایت انرژی صرف این است که خب یه جسدش رو میتونه خلع بدن به اصطلاح بکنه. عزیزالدین نصفی میگه استاد ما 14 روز خلع بدن کرد، ولی شما میدین اصلا اینا نظرم به این چیزا ندارن. شیخ اشراق میفرماد اگر کسی نتونه خلع بدن بکنه اصلا هنو حکیم نیست. این عرضی که از عرض کردم توجه و اینا در جهت صحیحش اون نتایج رو کم و زیاد میدهد، ولی شما که به اون سر نگاه نمی کنید که شما، ما چیکار داریم اصلا؟ به ما چه که میخواد بشه میخواد نشد، مصلحت خدا چیه؟ اما گاهی برای استعدادایی هست که خلع بدن میشه بشه نشه. ببینم شما توجهتون به خداست یا توجهتون به خلع بدن؟ خب توجهتون به خلع بدن که چیز گیردون نمیاد، خلع بدن گیردون میاد. توان روح اینقدر هست به خودی، یه خود یعنی استعدادای غیبی روح که این کار رو بکنه، ولی دیگه همینه بردش، خیلی کمه، خیلی کمه. دستگاه دین اگه جامع شد، ببینید چیا به شما میده، یعنی اینا با اونا مقایسه میشه که یکی چی؟ انتخاب شخص برای لقاء حضرت پروردگار. یکی از این مورخ ها میگفت که یکی از جنرال انگلیسی همطور که تون جریان هندوستان میرفت، بعد به یک همین چیزا برخورد کرد، مرتضی. گفت دخترش بهش پیشنهاد که بابا اینه خاکش کن، زنده و خاکش کن، مرد را خاک کرد، زنده زنده گذاشت نده خاک کارش. بعد رفتن مسافرت و برگشتن، این شنیده بود که ممکنست این نمیره ده اینا، دختره بهش گفته خب بابا اگه ممکنست دوباره بیارش بیرون بریم چی شده. من ذهنم رفته از چون خیلی قبل مطالعه میکردم که مثلا بیش از 10 روز این از زیر خاک کرده بودن، بعد میارم اینا نزده اندیست.
خب این خیلی مهمه، مثلا که چی؟ این همون خفت هست، یعنی مهمه است که کسی ده روز زیر خاک نمیره. ولی اینم زندگی بدی است که به عشق یه دختر جنرال زندگی ما بره زیر خاک بیاد بیرون. این تو دین محمدی صلوات الله علیه و آله. خیلی دلم میخواد این تیکه را بتونم درست عرض کنم خدمتتون. خیلی نکته است، یعنی امیرالمومنین دارن از اسرار دین پیامبر اینجا پرده برمی‌دارن. وقتی خود پیامبر دارن تفسیر میکنن، یعنی مقام پیامبر، یعنی شریعت، یعنی جنس شریعت پیامبر ایناست. دوم چی؟ و رضی ما اندهو، اینا اون جلسه هم بحث کردیم ولی با این مقدمه، یعنی خدا پیامبر رو به مقامی رسونده است که الان راضی است از اون چه نزد پیامبر است، یعنی دین. نتیجه چیه؟ یعنی اگر رضایت خدا رو میخوان که اساسی ترین غایت و هدف هر انسان است، فقط با اون چه نزد پیامبر است گیر میان. یعنی شما نگاه و برخوردتون به این دین چطوریه؟ میگن روزه بگیرید، میگن اینجوری روز. خیلی عجیبه سینا. آقا تا قبل از آفتاب باید روزه، قبل از اینکه طلوع آفتاب بشید باید امساک کنی، تا بعد از اینکه خورشید غروب میکنه باید ادامه بدیم. چرا یخته بیشتر نه؟ چی میدونه؟ این عند رسول الله اینست. نمیگه عند رسول الله. این جوری به خدا راضی است. یعنی شما تو دستگاه این دین حرکات، سکنات، گفتار، عقایدتون که جمع بشید، مقامتون مقام میشه که خدا ازتون راضی است. نگاه به نکات این. و اکرمه او اندار دنیا، اینقدر نکات عالیه، کم کسی رو آقا میدونید میبینجورید که نسبت در دنیا بزرگوار باشه. من هی مثال میزنم چون این مثاله ملموس هست، بیش از این مثال هست. اگه نظرتون باشه عرض کردم که امام کریمانه در دنیا بودند و کریمانه فوت کردند. انرژی که ابو سفیان صرف کرد که کریمانه بمونه 1000 برابر بیشتر از پیامبر بود. ولی خدا دنیاش رو طوری ایجاد کرده است که کسی که به شریعت پیامبر آخرست حتما آلوده به دنیا و خر دنیا نمیشه. بر همین هم شما میبینید به قول سید جمال خدا رحمتش کنه، میگه وقتی راه شهادت باز است خفت چرا؟ ببینید این ناخودآگاه یه فرهنگه، یه فرهنگ است، بقیه این خبره نیست. شما ببینید یه جاندارک را، حالا نمیدونم چقدر، یه جاندارک را میان نمیدونم تو اون کلب، تو اون قلعه میکشن، چه قوقایی مثلا تو دنیا انه، هنوز دعواست دیگه بین انگلستان و فرانسه و اینا. حالا که چی؟ یعنی انه کلیا به پشتیبانی جاندارک، ولی جاندارک خودش خفیفانه اون تو مرد. این خیلی اونست که یه کسی عزتش رو حفظ کنه. جنس دین جنسیست که عزت حفظ میکنه. مثال زیاد داریم، نمیخوام امروش وقت دنو بگیرم. ساده ترین همسایه هاتون رو نگاه کنین، اگر به دین پیامبر به قلب ایمان داشته باشه و به عمل راست وسعش عمل کنه، حتما سبک نمیشه. و شما اگه دقت کنین، اون چه میخواید نه پول است، نه قدرت، نه آبرو است. اصل شما این است که سبک نشید. درستم هست، این طلب خوبیه. یعنی مومن هرگز خفت نفس نباید بخواد، عزت نفس باید بخواد، کبر نباید بخواد، ولی عزت. خدای آبرو ما رو حفظ کن، یه دعا خیلی درستیه. نه آبروی دزدیمون را پیش دزدا، آبروی انسانیتمون رو در محضر خود انسانهای سعی. آبرو کلینتون ممکن است پیش مال برایت حفظ بشه، ولی پیش دلهای سالم این آبرو نیست. شما این آبرو که نمیخواید، که شما عاقل‌تر از اینیم که این آبرو رو بخواید.
شما یه آبروی سالم ابدی میخواید. این هم بهتون میده، جنس این دنیا اینه. بعد میفرماد که چی؟ در واقع این تأکید اون جمله است به نظر من، و رقب بهی ان مقارنت البلوا، و خداوند دورش داشت. رقبه ان داریم، رقبه ان یعنی نفیش میکنه، خداوند دور داشت پیامبر که به دار محنت بیفته. ببینید محنت، شهید شدن که محنت. همه حالا شما دلتون نمیخواد که اون، من دوست مثال میزنم که اون این محنت یعنی چی. یه وقت یه کسی میره در مغازش میشینه، میگه توکل به خدا هر چی پیش اومد. چند تا مشتری براش میاد؟ همونا که باید بیاد. یکی میره در مغازش میشینه، یه کاری میکنه، لوبه میزنه، یه کاری میکنه، کلک بزنه، رنگا رو یه جوری بکنه. همینطور در فشار آمدن مشتریست. چقدر براش مشتری میاد؟ همونا که باید بیاد، شاید هم کمتر. اما این چی اضافه شد بهش؟ فشار، محنت. یعنی همواره در فشار است که چیه کاری کنه که مشتری‌ها رو گول بزنه بیان از این چیز بخرن. از این بیشتر چیز می‌خرن یا فقط بهش یه محنت موند، فشار موند. اینا در کل دنیا شما وسعتش بدید. سربازا صدام جنگیدن، بچه شهدای ما جنگیدن، بچه شهدای ما شهید شدن، سرباز صدام هم مردن. اما شما که اهل جبهه بودی، واقعا تو روح این بچه ها به اندازه‌ای که خودشون دست دین داده بودن یه ذره فشار میدیدید. سطنه تون نمیدونم اون جزیره آدم اینقدر گرمایی، همه اینا بود، ولی اصلا همه حالا شما دلتون هوای جزیره مجنونه کرده. اون همه فشار بود، یعنی گاهی طاقتمون طاق میشد. من کم تو میرفتم سر علکی میزدم، ولی میدیدم بچه ها طاقتشون طاق میشد، ولی اون فشاری که اون کاسب دومیه داره اصلا نداشت. این همطور ساده ازش نگذارید. ما امروز ما حق نداریم تو این دنیا طوری زندگی کنیم که در محنت باشیم. محنت مال مؤمن نیست. سختی، طاقت، بیطاقتی، همه اینا هست. زنده باد بیطاقتی. انشاءالله مثلا شما میرسید یا از دهم به بعد یه نوع بیطاقتی خاص در ماه رمضان سراغتون میاد. تمرین مقابله با بیطاقتی حال خوشی است. شعر مولوی رو من زیاد میخونم، این نکته جملش قشنگه. وگر هرس به نالد بگیریم کریهای، اصلا یکی از احوالات سیر سلوکه. شما گاهی تو زندگیتون یه فشارهای بهتون میاد، مثلا جرم مسلمونی دین شده است که حالا مثلا اقتصادت به هم ریخته است. خب همینه دیگه، یعنی بیتاقت میشی. ولی از بلوا، یعنی تو دنیا سبک شدن و به محنت افتادن، نه بدم الا اینکه خودت از اسلام دست برداری. واقعا هم حسابا بد نیست، شیطان درست حساب میکنه. یه بار رفتیم دیدیم یه آقایی توی یکی از شهرستان، گفت آقا به خدا قسم از وقتی من مسلمانی صفر شدم همینطور مشکلات سراغم میاد، و من الان یه مدتی کمی تصمیم گرفتم دیگه مسلمانی صفر نباشم، فقط نمازم بخونم. حسابی بعدم خوب شده است. راسته هم میگم منم قبول دارم، ولی این به بلوا با پولداری افتاد. این حالا خفت نصیبش میشه، حتی من نصیحتش کردم و نمیدونم هم نتیجه چی شد، ولی این خفت همراه با رفاه نصیبش میشه. شما انشاءالله چشماتون رو باز کنید. بنده معتقدم فرهنگ غرب بلوا به ما میده. شما این ما در جنگ رفاهمون کمتر بود، ولی محنت هم نداشتیم. الان شما نگران تحصیل بچت، آینده بچت هستی، نگران آینده خودت هستی،
نگران این سو. ولی میبینید توی فضای دینی ما تو اول انقلاب و فضای انقلاب اصلا این نگرانی نبود. چرا؟ چون جنس دین است که در لابلای رگه های حیات محنت را از زندگی آدم برمیدارد، به اندازه که دین دار شدی. مثال دوتا کاسه با یایتون نره. امروز دنیا ببینین، علی خفتی خودتون میدونین، ما الان خیلی چیز داریم، اما به اندازه‌ای که نسبت به ارزش‌های دین فاصله گرفتیم، محنت داریم، فشار داریم. بله، وا یکی از من، یعنی فشار داشتن. بعد خیلی قسمت عجیبی است. فقبضه الله کریما صلی الله علیه و آله. خیلی آدم این آخرش که میشنوید از ذوقش و شوقش هر چه شیون بزنه کم زده است. گفت حالا که بعد گرفتش کریما قبضه و پیامبر بزرگوارانه گرفت. شما نمونه شدین، امام عزیز ما خیلی تلاش میکردن به پیامبر نزدیک بشن. گاهی جملات عجیبی هم داشتن. خب شما کریمانه نبود؟ من کاری به دنیاش ندارم، ملائکه چطوری با امام برخورد کردن اون مهمه است. کریمان البته دنیا هم درست همین ظهور همون غیب تو دنیا هم هست. کریمانه گرفتم. حالا میترسم یه مثال بزنم خیلی وقت ببرید. آخه گاهی تاریخ را درست در اختیار ما نگذاشتن. اون جلسه هم عرض کردم گاهی شما نمیبینید احوالات افراد، یعنی مورخه به ما درست خبر نداده. وقتی ناخون میزنی مثلا قضیه چیز دیگه است. همیشه اید باشه چیزای غیبی و قدسی به راحتی به قلم مورخ نمیاد که بنویسی. روی اساس شما گاهی برای نگاه کردن قضیه احتیاج به یه چشم دیگه دارید و همون چشم قرآنی است. چشم قرآنی یه چشم عجیبی است. من به همین فرمایش حضرت بسنده می کنم که ببینین حضرت اون وقتی که داشتن فوت می کردند یه دهی حتی گفتن حضرت داره حزیان میگه، درسته؟ گفتن دیگه، این حد اقل تازه تعبیری از که بکنیم، معنیش اگه بخوایم درست معنی کنیم یعنی اون آقا گفت عقلش رفته است. لیهجر یعنی عقلش هجرت کرده است. ان الرجل لیهجر. اون آقا گفت آقا این آقا عقلش رفته است، یعنی از حزیانم یخده تندتر از این لغت. اما همون که گفتن قلبها نسبتشون با پیامبر چطوری بود؟ قلبا قلبای سالم مؤمنین جلوه های ملائکه دیگه. خب اینه دیگه جنس این شریعت آقا اینه. خدا کمک، فقط عجب چیز خوبیست و عجب سختش گیر آوردنش. همیشه من به عزیزان عرض کنم نوع نگاه دونا به آداب دین و عقاید دین عوض کنید تا بتونید به اونجایی که میخواید برسید. فکر میکنین اون عرفای واقعی چی کار میکردن؟ من گاهی دقت کنم نم واقعا پیش از ما عبادت نمیکردن، ولی به قدر نگاهشون عالیست به این دین که این نگاهشون باعث شد که برخوردی که با این آداب میکنن برخورد صحیحیز، انتظارش نه وقت انتظار صحیحیز. من مقدمه با برای همین گفتم شما اگه برخورد دونا با روزه درست کنید روزه بیشتر نمیگیرید، اما روزه با برکت میشید، کار ازش میاد. شاید هم ادگه التفات فرمودن تمام عرایز بنده رو همین چیزا دور میزنه که ما برخورد و تصورمون رو نسبت به دین عمیق کنیم. شما اگه دقت کنین قرآن که اینقدر تکرار میکنه چرا یکیش تکرار نیست؟ برای اینکه در یه حوزه همون موضوع رو با زاویه دیگه نشون میده. خب یه زاویه اضافه شد به قضیه. یکی بگه اما همهش میگن انه عبدالله بچنه با طاغوت، میگن کم حرفه. تمام پیامبر اومدن که همین کلمه رو بگن، بفرمان
تمام پیامبرا جمع شدن گفتن هنوز محقق نشده است. یعنی نبر مردم در قلب بنده و شما که ما مدعی هستیم که عاشق پیامبرن، این کار میبره آقا. لیکن خیلی دلم میخواست که این تکرار یه مقداری التفات بفرمان، اصلا وارد بحث جدید نمیشیم. پس تا همینجا که و خلف فیکم، چون موضوع عوض میشه. تو این دو سه سطر امیرالمومنین علیه السلام یک سری از اسرار شریعت را به نظر من باز کردن که آدم ها مقام تعبیری که اون جلسه کردم و باز دوباره تکرار، مقام محمدیین مثل محمد صلوات الله علیه و آله است. در شدت و ضعف از قضیه. خب شما ببینید در این دنیا کریمانه برید، قبلش گفت که و اکرمه و اندار دنیا، یعنی از دار دنیا نگذاش پیغمبر آلوده به دنیا بشه. بعد حالا هم که قبضش کرد، خیلی بزرگوار قبضش کرد. حالا من خواهش میکنم یه نگاه بندازید به این اطراف دوم، کسایی که از شریعت به معنای تامش فاصله گرفتن. شما یه نگاه بکنید، خودتون نمیبینید که به همون اندازه زلت دارن؟ من یه چیزای گاهی مثلا طرف اومده خود با من درد دلم بکنه، بنده واقعا دیگه این فقط نمیدونم چرا نمیمیره. حالا تمام اون زحمتایی که شما میخواید بکشید به با حفظ دین دون، اون دین شل کرده است و کشیده است. ما بعض زحمت رو میخواییم بکشیم اما حاضر نیستیم دینمونو بدیم، حاضر هم نیستیم حضور قلبمونو بدیم. اون بیچاره ندیگه افتاده است تو این جریانه و کار کرده، یه نماز هم میخونه، بعد حالا درست به اون سه که میخواد برسید عکسش ایسته. یه چی قشنگی براتون بگم، یکی از عزیزان اومده اون گفت که زنم اومده میگه که میخوام ازت جداشم، خیلی محترمانه. میگم من مذهبی نیستم مگه؟ میگه چرا؟ یه من به یه شوهر حزب الله ازدواج کردم، تو حزب الله دیگه نیستی، بعدم نیستی یا من نمیتونم با. من تمام تلاشم هست که همین زندگی رو بگردونم. زنم بسیار زن خوبیه، خیلی متدین ایثارگر، ولی صرف که تو عقد ما رو به هم زدی. اون چرا میگم؟ یادت شرط این بود که تو حزب الله باشی، منم حزب الله. حالا تو نیستی، تو خیلی وضعیت خوبه، خونه‌ام برام خریدی، اما اون که بنا بود و اساس عقد ما باشد، ما تو عقدمون شرط کردیم که دوتامون فقط دین برامون ملاک باشه و انقلاب و امام و اینا. تو الان اون نیستی، صفت جا خورده بود، جاشم به حسابی بود. حتی من به شما بگم ترس خوبی برداشته بود، گفت الان متوجه شدم که زنم دیگه به عنوان اینکه آخر عمر حاضر باشد برا من فداکاری کنه دیگه نیست، فوقش با هم زندگی میکنه و من زندگی میخوام که فداکاری بکنه، این نه، این فداکاری نخواهد با من که. میخوام تو نمیتونم خیلی باز کنم، مثال میزنم، خودتون تو زندگیاتون دارید آقای نارا، نگاه کنید ببینید درست طرف عکس اون که میخواستش نتیجه بگیره گرفت و درست در دین عکس. در دین اگه کسی به نیت پذیرش دین وارد بشه، درست اون چیزه که در عمق جانش میخواد نتیجه میگیره. خدا میدونه قضیه ممایش تخون مال قیامت نیست، مال دنیا هم هست، فقط ما گاهی متوجه تو وقتی قیامت چهره نهایی دنیاست دیگه، چهره برین دنیا. مگه در قیامت نمیگن که هر چه مؤمن بخواد میتونه داشته باشه؟ ممایش تخون، هر چی بخوان داره، هر چی بخواد داره، یا به هر چی همشون بخوان دارن. این دنیا هم همینطوره، جنس شریعت اینه، شکلش فرق. گاهی نفسانیت ماست که فکر میکنیم این چیزا میخوای نمیخوای. به مؤمن اگه شدی، اون چیزی که نمیخوای یا بهت نمیدن. روز قیامت که بیدار شدی، خودت همونه نمیخوای. پس حرف منو فراموش نکنید، از فرمایش بزرگان است که اون چه در قیامت واقع میشه که مؤمن هر چی میخواد داره، اگه شریعتو بپذیره در همه حیاتش اون چه میخواد داره.
فقط داره این دست اندازش رو باید برای خودمون رفع کنیم. خب این شما و اینم شریعت و اینم مدد امیرالمومنین که ما بتونیم این شریعت رو در حد جامعیتش حفظ کنیم. جامعیت و علویون دارند، جنگ توش هست، آخه خیلی مصیبت شده. بعضی ها میخوان دیندار باشن دیگه مثلا درس نمیخونن، نمیدونم کلاس های دانشگاهشون رو نمیرن، کم میرن، یا مسئله اجتماعیشون رو ول میکنن. نه دیگه، این که وقت جامعیت نده. امیرالمومنین از همه ما به مسائل حساس تر بودن، میدونستن کجا چه خبر است، باید بدونن. مطالب علمی در حد هر کس بر اساس خود. جامعیت، یکی خیلی مسلمون باشه داره مثلا لباس ظاهرش خوب نباشید، این جامعیت نداره. جامعیت، جامعیت مؤمن یعنی صله رحم، اجتماعی، متفکر، اهل عبادت. دیگه اینا رو من برای شما بگم شرمنده میشم، خودتون اهلشی که جامعیت دینی میخواد. نسألو که و ندو که یا الله، 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 یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البيت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمانمون را از ما راضی و خوشنود بده. پروردگارا این جلسات را به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا به حق امام زمان، به حق امام زمان مواهب ماه مبارک رمضان را اونطور که برای اولیاءت مقرر می‌داری از ما دریغ مدار. پروردگارا به حقیقت امام زمان صاحب شب قدر و به حق اسم رحمان و رحیمت، پروردگارا یا رحمان و یا رحیم، از نعم عالیه شب قدر که برای اولیاءت مقرر می‌داری، پروردگارا یا رحمان و یا رحیم، ما را از آن مواهب عالیه محروم مگردان. پروردگارا این انقلاب بزرگ لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما مبارک و پایدارش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب به لطف و کرمت قرار بده. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدرا در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.